با درود بیکران به دوستان و یاران و هممیهنان عزیز که هر جای دنیا که هستی، بار دیگر با میزگرد پادیاوند من آبیهای رحمی از دانشکده پارس یهود دو مهمان گرانمایه رو میزبان هستم. جناب آقای ساگینیان از لس آنجلس. آقای ساگینیان خوش آمدید به برنامه ما. سپاس گزارم. و جناب آقای چمنارا از شیکاگو خوش آمدید به برنامه ما. درود بر شما جناب رابای رحیم. به هر حال مبحث بر این است که صحبت از آزادی اندیشه، آزادی بیان میشه و حق و حقوق و حقوقمندی و قانونمندی بر اساس قانون اساسی که مطرح میشه که افراد باید از حق و حقوق خودشون آگاهی داشته باشن. حق به هر حال دادنی نیست، ستودنی است و اون رو باید بگیرن. به چه گونه ما یک جامعه مدنی رو در اختیار داریم که میتونن رأی خودشون رو که میگن رأی من کو، بتونن بگن حق و حقوق من کجاست، به چه گونه باید عمل بکنن برای پیشبرد این اهداف مشترک در جامعه خودشون. چگونه ما میتونیم تضمین بکنیم اون آزادی اندیشه رو که در جامعه‌ای که به صحبت از انقلاب مشروطه میشه، قانون اساسی و صحبت بر این میشه که اون آزادی تحزب سالهای سال به در ایران داده نشده که آزادی اندیشه در بین افراد باشه که بتونن احزاب امیال خودشون و حق و حقوقی که برای انسان مداری بنا شده رو بتونن بیان بکنن و انحراف افکار به جایی میتونه برسه که سعی بر عوام زدگی، پوپولیز و اینی که انحراف افکار باشه از آن حق و حقوق مدنی افراد برای ساختن یک فرهنگ گفتمان و جامعه مدنیت برای احقاق آن حق حقوق مدار شهروندی که باید مطرح بشه. امروزه به هر حال مسائل و مفاهیم دیگری ما از کامن سنس داریم و اون بینش جمعی و هوش جمعی هستش. تا چند روزه ما فرهنگ گفتمان رو میتونیم یافت بکنیم؟ دو، تا چند روزه این عقاید میتونه تبدیل بشه به یک فرهنگ گفتمان و تحزب و تشکل حزبی؟ سه، اپوزیسیون، کارنامه اپوزیسیون 40 ساله به چه گونه است که آیا تونسته در این نشر این عقاید بردباری و تولرنسی که ما با هم دیگه باید داشته باشیم در این جمع کوچک اندیشکده پارس یهود که سه فرد درباره مسائل خیلی ممکنه جالبی صحبت بکنن ولی افراد میترسن و حراس دارن به اینی که گرد هم بیایند و درباره اسرائیل صحبت کنند، درباره یهودی ستیزی و حتی اسلام حراسی صحبت بشه. به هر حال جناب آقای ساگینیان، مسائل رو به چگونه شما می نگرید از به هر حال دیدگاه خودتون که سعی بر کلاسیفای کردن مسائل دارید؟ جناب آقای ساگینیان بفرمایید. شما واژه اپوزیسیون به کار بردین. من در حدود 28 سال با اپوزیسیون کار کردم، شخصا خودم کار کردم. منو از سازمان‌های ارمنی ایرانی یا ایرانیان ارمنی زبان انتخاب کردن که برم و با این اپوزیسیون کار کنم و یک شخص دیگه رو انتخاب کردن که بره و با آقای شاهزاده رضا پهلوی کار بکنه. با شاهزاده کاری ندارم، اون حسابش از من کاملا جدا، ایشون رو نمیپذیرم. ولی اون چه که درباره بقیه اپوزیسیون، به نام اپوزیسیون با همشون کار کردم، هیچ کدوم از اینها برنامه‌ای نداشتن. تنها کاری که میکردن از دولت امریکا یا از دول دیگه پول میگرفتن، فقط برای اینکه مردم رو مشغول نگه دارن. چرا مشغول نگه دارن؟ اون چند وارد اون موضوع نمیشم چون دیگه چندین ساعت بحث خواهد داشت. اما برگردیم به خود موضوع.
اپوزیسیون بایستی اولین کاری که بایستی بکنه بایستی طرز فکر خودش رو بیان بکنه که به چی باور داره، برای در برابر چی اپوزیسیون هست، مخالف هست و خودش چی میخواد. من نمیخوام مخالف هستم معنی نداره. کسی بایستی که من بگه من چی میخوام. اگر نگفتم کار من هیچه، فقط زر زدمه. بایستی بگم که چی میخوام. این موضوع چه خواستن در برابر حکومت، یعنی وضعیت حکومتی که شما میخواییم بایستی بیان بکنید. برمیگرده به موضوع قانون اساسی. قانون اساسی از طرف یه عده‌ای نوشته میشه. یک دقیقه برگردیم به انقلاب مشروطیت ایران. اون انقلاب نبود، اون یک صحنه سازی بود که اومدن چندین نفر که رفته بودن خارج تحصیل کرده بودن برگشته بودن، این چند نفر دور هم جمع شدن گفتن که اینو نمیخوایم چیز دیگه باشه. کی گفت که اینو نمیخوایم؟ چرا باشه عوض بشه؟ اونم بذاریم کنار، اون موضوع دیگه میشه. اما اومدن یه همچیزی نوشتن به یک ملتی که رعیت بود، 99% ملت رعیت بود، اجازه اندیشه نداشت و هیچ وقت به خودش باور نداشت که میتونه به اندیشه، چه برسه به گفتار اندیشه. تمام اینا برمیگرده به چند اصل، باز هم میرسه به اندیشه آزاد، آزادی گفتار و آزادی کردار. تا زمانی که کسی به خودش پروانه نده و باور نداشته باشه که به عنوان یک آدمیزاد زاییده شده، این پروانه با خودش زاییده شده، آزاده که بیانشه. حالا چگونه اینو بیان میکنه؟ طرز فکر کردن چیزی که میآموزه، از پدر و مادر میآموزه. تمام این موضوع ها آموزشی میاد و مغز شروع میکنه به کار کردن. تا زمانی که مغز کار نمیکنه، اون هیکلی که به مغز تابع هست هیچ کار است. مثل هر حیوان دیگه میخوره و میخوابه و کار روزانه شو میکنه. تمام این موضوع باعث روشن بشه برای هر کسی، هر یه ایرانی، ایرانی نباشه، هر یک انسان آدمی زاد بایستی به این باور باشه که آزاد زاده شده، پروانه داره با این زایش آزاد بیندیشه و پروانه داره که اندیشه های خودشو بیان بکنه. تا زمان این کارا رو نکرده و نمیکنه آزاد نیست. حالا چگونه میاد با اندیگه تشریک مسائل بکنه که با اندیگه راحت زندگی کنن، قانون بسازن، زیر قانون اساسی زندگی بکنن، این موضوع قدم بعدیه. ولی اولین موضوع میاد سر بیان اندیشه آزاد، بیان آزاد، کردار آزاد. به هر حال به خاطر اینکه این مباحث به هر حال ما سعی بر روشنگری داریم و دنبال شعار نیستیم و ما سعی بر این داشته باشیم که به گونه دیگر بنگریم. به هر حال پوزیسیونی، هر پوزیسیونی اپوزیسیونی داره و اون اپوزیسیون باید افکار و عقاید خودشو بیان بکنه و شفاف سازی باشه، که صحبتی پیش نیاد که در دوران شورش 57 به عنوان بیق خوانده شده، یعنی بنی سعد، یزدی و قدساده سعی بر این داشتن که بیان از یک طرف خدعی رو به زبان فرانسوی و انگلیسی بیان بیان بکنن که قابل قبول به هر حال دموکرات ها بود و در اون موقع کشورهای غربی که حاضر بودن این نیرنگ رو قبول بکنن. با جناب چمنارا درباره مانیفست اسلامی نیست ما چند گفتگو داشتیم. ولی به هر حال اگر صحبت از اپوزیسیون میشه، من باید خاطر نشان بسازم قسمتی از نوشته‌هایی از دکتر دانیل دانا از انجمن مهر و دوستی و اندیشکده پارس یهود که اینطور مینویسن: فرماندهی که در گیرودار جنگ و گریز نداند چه داده و چه گرفته، کارش جایی لنگ میزند. بنابراین ما باید بدونیم در این کارنامه 40 ساله کجا تاخته و کجا باخته ایم. دستاورد ما در این تاخت و تاز کمرنگ به چه گونه بوده، چه بیبر بوده یا بیرو بوده، چه بوده، به کجا رسیده ایم، کدام یک از گره های کور میدان پیکار را گشوده یا کدام راه را ناهموار هموار کردیم.
کدامین هست این کاسی های اپوزیسیون که برآورده شده و کدام دسته از پرسش ها رو پاسخ داده این در کارنامه 40 ساله به حال اپوزیسیون، که این بحث طول و درازی داره. فقط اگر میکنه جاهای چرمانه را کوتاه بفرمایند در برنامه کوتاهی که ما داریم. جناب چرمانه را نظر شما در آنچه که گفته بود چیه؟ بفهمید. همونطور که آقای ساگنیان گفتن، این اپوزیسیون کارش شده به اینکه اخبار دست دوم ایران در میاره توی رادیو تلویزیون های خودشون میگن و یه چند تا فوش میدن، اونا هم که خیلی قشنگ صحبت میکنن یه محبوبیتی پیدا میکنن و به اعتقاد من همیشه هم گفتم این رسانه ها رو به گوجه فرنگی فروش و این چیزا هستن، به خاطری که حرفایی که اینا میزنن شما تحلیل های سیاسی شونه وقتی گوش بدید بازگو کردن اخبار ایرانه، تازه چی بعد از یه هفته، در حالی که امروز به علت داشتن رسانه های قوی که در همه جای دنیا هست حتی در کشورهای عقب افتاده همه چیز به روزه. بنده خودم از مذاکرات مجلس شورای اسلامی مطلع هستم، یعنی این که میبینم یک دفعه یک حرفی که 6 ماه پیش یه نفر توی تلویزیون توی مجلس شورای اسلامی زده امروز میاد در مثلا تلویزیون فرانی در لس آنجلس پخش میشه، دارفم خیلی با بسیار تحصیل کرده و اینها شروع میکنه نگاه کنید یک همچین چیزهایی هست و اینا، در حالی که بابا تمام این بدبختی ها را مردم ایران قبول دارن که سرشان آمده، دیگه اصلا به رادیو تلویزیون های شما هم گوش نمیدن. اون چه که راه حل هست جواب همون چراست که مطرح شد اینجا، که راه حل چیه؟ ما آمدیم گفتیم راه حل فقط تغییر قانون اساسیه. الان 20 ساله ساگنیان 25 ساله داره روی قانون اساسی، دو تام قانون اساسی نوشته که هم شاه الله‌ها دوست داشته باشن هم جمهوری خواها دوست داشته باشن، دو تام قانون گفته بفرمایید، ولی حتی دو نفر نیامده از همین دوستان فریخته ما در لس آنجلس و سان فرانسیسکو و واشنگتن بیان بگن آقا این ساگنیان چی گفته چی نوشته، بخوانیم بگیم ایراد بگیریم. از چه میهراسن؟ از چه میهراسن که اگر این تحزب و این تشکل و این پیشنویس قانون اساسی قبل از شورش 57 بیان شده بود ما به اینجا نمیکشید، نمیرسیدیم. جواب شما را میخواستم همین الان بدم و اون این که تمام اینها دو حالت داره وضعیت شد، یا این که نمیدانن و یا این که دنبال یه دیکتاتوری تازه هستن. ملت ایران یک ملت چاپلوسیه، این فرهنگ چاپلوسیه، تا زمانی که ما تو این کلمان بیرون نکنیم راهایی نداریم، یعنی دنبال این هستیم که یه قهرمانی پیدا بشه و بریم اون قهرمان چاپلوسی بکنیم، یعنی خودمان نمیایم بگیم که آقا راه حل چیه. بنابراین امروز یه ادعید آمدن یه پرچم سرنگ و شیر و خورشیدی میذارند و یه چند تا شعار میدن و بعد دنبال نمیدونم یه چیزی هستن و قانون مشروطه 1906 و از این حرفا، در حالی که ما داریم میگیم آقا برید این همش 10 صفحه 20 صفحه از قانون اساسی بخونید، دیگه واقعا چه میدونم زبان ما هم مو در آورد، دیگه انقدر این در مورد قانون اساسی صحبت کردیم اینه که اصلا ول کردیم، داریم میگیم آقا این قانون اساسی بیام شما که نمیخونید ما برای شما میخونیم، شما ملتی هستیم کتاب نمیخونیم، فقط میخوایم پای روزه افراد بشینیم، مثلا اینطوری بلند شدیم میشینیم آخونده میره رو منبر هر چه چرند میخواد بگه، امام یه ساعت مشغول میشیم از امام زمان صحبت میکنه، لب تشنه نمیدونم چی صحبت میکنه. آخه بابا اصلا باورم نمیشه یارو آمده رفیق خودم تو کرمانشاه از این زلزله خودکشی کرده، که واقعا من الان شبی نیست که یاد این دوستم نباشم که یه ماه پیش خودکشی کرده تو کرمانشاه، بعد دیروز میشینم میبینم که تو تلویزیون اینجا میگه که میرفته، بله من رفتم کرمانشاه وقتی که مردم زلزلده کرمانشاه را دیدم که زیر چادر میشینن یاد امام زمان افتادم، امام زمان که توی خانه های توی شهر که نیست، اونم توی بیابان تو چادر زندگی میکنه.
لا اله الا الله. آخه من چه کار بکنم با این تلویزیون رو نمیدانم رژیم؟ طرف توی خوزستان آب خوردن نداره. واقعا دارم بهتون میگم آب باید شما برید تحقیق بکنید که اینها در خوزستان الان چه بلایی سرشان آمده. آخونده میاد میگه که بله من رفتم در خوزستان وقتی که مردم دهات دیدم که اینها آب خوردن ندارن یاد امام حسین افتادم که با لب تشنه تو کربلا چه میکرد. آخه اینم شد قانون مملکت. بنابراین هیچ راهی نداریم اگر بخوایم از این مهلکه بیرون بیایم اینه که بخوایم در مورد قانون اساسی صحبت بکنیم. و سلام. یعنی اگر صحبت بر این باشه که جدا حق و حقوق خودمون رو بدونیم از نظر قانون مداری و قانون مدی به چگونه باید عمل بکنیم، میتونیم بازخواست بکنیم حق خودمون رو. این یک. دوم، از اینجا آقای ساگینیان، نظر شما درباره آنچه گفته شد و اینی که تا چند اندازه اپوزیسیون نمایانگر هست و تا چند اندازه قمپوزیسیون هستش که آنچه که در ایران رخ میده همه ممکنه در آنچه که رسانه‌های گروهی گفته میشه و عنوان میشه تا چند اندازه انحراف افکار هست آنچه که در ایران داره میگذره. چرا صحبت از حقوق بشر و صحبت از آب آشامیدنی و گردریسا و زیست محیطی که در ایران داره رخ میده و به هر حال به چه گونه وضعیت به هر حال میتونه مهلکبار باشه و گذشته از اختلاس ها و غیره و غیره و میلیارد ها میلیارد دلار که به جیب فلسطینیون داره میره، غزه و لبنان و سوریه و عراق و یمن و طالبان و القاعده و و غیره و غیره، چرا صحبت از این مسائل نمیشه؟ مگر کامن سنس و اون خرد جمعی و هیچ هوش و بینایی و بینشمون رو از دست دادیم که اون پرسشگرایی رو داشته باشیم در برای اونچه که در ایران داره میگذره؟ جناب آقای ساگینیان، موقعی که شما درباره خرد جمعی صحبت میکنین درباره جمع یک گروه مردم صحبت میکنین. گروه مردمی که درباره صحبت میکنین کیا هستن؟ کشور ایران در حال حاضر در حدود 84-85 میلیون جمعیت داره. از این جمعیت بیشترشون، شاید نصفشون روستانشین هستن، بقیه شهرنشین هستن. شهرنشین ها یک زندگی دیگه ای دارن کاملا جدا از روستا. روستا یک زندگی کاملا جدا از شهر. از روستایی ایران امروز بپرسین که پادشاه کیه، شاید بگه که نمیدونم، شاید بگه احمد شاه، شاید بگه آقا پادشاهی چیه، ما الان جمهوری داریم. موضوع اینه که ناآگاهی ملت به طور کلی. آقای خمینی اومد گفت که برین ملت و امت اسلام رو زیاد بکنین، بچه بذارین، و تا دل تو خواست بچه بذارین یه دفعه ای جمعیت ایران در دو سه سال از 43 میلیون رفت به 80 میلیون. آقای خمینی اصلا توی این موضوع ها نبود که این کسی که بایستی بچه زایید اون حرفی که میگفتن هر که دندان دهد نان دهد، اون که دندان داده نان که هیچ آبشو نمیتونه بده، چون که آب در ایران به اندازه کافی بارندگی نمیشه. مقدار بارندگی ایران به اندازه کافی هست که برای 18 الی 19 میلیون جمعیت خوراکی تولید بکنه. بیشتر از اون رو باید از بیرون بخرن. از زمانی که خمینی اومد تمامی خریدارها روی تولیدات نفت شدن، تولید از زمین در آوردن، خودشون تولید نکردن، تو زمین بود در آوردن فروختن. اگر اون تموم بشه ملت ایران به بدبختی گرفتار خواهد شد که در عمرش ندیده، به عنوان ملت ایران ندیده، یه همچین گرسنگی ندیده نبوده خواهد افتاد. حالا این چه خواهد شد درست معلوم نیست. اما برگردیم به خود اصل موضوع. ملت ما ناآگاهه. من به راستی ناراحت میشم موقعی که آقای چمنارا میگه الان خدمتتون عرض میکنم. نه آقای چمنارا عرض نمیکنیم، به من میگین. فقط رعیت عرض میکنه. ارباب میفرماید، رعیت عرض میکنه. من رعیت نیستم و اربابم نیستم. شما هم نه رعیت هستی نه ارباب.
ما مساوی هستیم. به من نگین عرض میکنم، چون تا زمانی که شما میگین عرض میکنم، من شما رو به صورت رعیت نگاه میکنم. از این چارچوب بایستی بیاییم بیرون، نه که شمای نوعی، همه ملت بایستی از این چارچوب بیاد بیرون. در گفتارش بایستی به خودش ارزش بده که من رعیت نیستم، من میگویم، عرض نمیکنم، شما ارباب من نیستی. کسی که میاد به من دروغ میگه، من میگم خودتی. میفهمم دروغ میگه. اگر نگم خودتی، خودم ناراحت خواهم شد. میگه یعنی چه خودتی؟ میگم خر خودتی. منو نمیتونی خر کنی. من خر نیستم. تا این موضوع ها باز نشه، ما با هم دیگه نمیتونیم صحبت کنیم. همون موضوع بابل میشه و هزار زبان مختلف همدیگه رو نمیفهمیم. بایستی همدیگه رو بفهمیم. من بایستی به هر کدوم از شماها، هر کسی که به این برنامه گوش میده، اونقدر ارزش قائل بشم که شما رو هم صد هم صد هم اندازه خودم بدونم، نه ارباب من نه رئیس من. و تا زمانی که من مطمئن نباشم کار شما هم به بهره من هست و هم به بهره شما، ما با هم دیگه صحبتی نداریم، چون که هر کسی برای خودش کار میکنه. کار دست جمعی تمامش روی موضوع باور به هم دیگه و اعتقاد به هم دیگه است. اگر به هم دیگه باور نداشته باشیم، در میدان جنگ تفنگو میذاریم فرار میکنیم، همونطور که کردیم. بایستی مطمئن باشیم کسی که پدوی من ایستاده، طرف راست طرف چپ، همون اندازه برای جان خودش خواهد جنگید که برای جان من خواهد جنگید. این موضوع بایستی مطرح بشه، ما بایستی همدیگه رو بفهمیم، زبان همدیگه رو بایستی متحد بکنیم، چون که با اون زبان داریم با همدیگه صحبت میکنیم. من رعیت نیستم، من اربابم نیستم، همسر شما هستم. یعنی به هر حال به نظر جناب آقای ساگینیان باید شعار زدایی بشه و از یک طرف اون ساختار فرهنگی بگونه‌ای باید باشه که نه اینکه یکسان بیاندیشیم، ولی به هر حال یکسان هم دیگر رو بنگریم بدون هیچ گونه به هر حال تبعیض جنسیتی، زن و مرد، قومی، نژادی و مذهبی. و صحبت از شایسته سالاری میشه، چگونه ما میتونیم برای حفظ و منافع ملی خودمون بنگریم، بیاندیشیم و با یکدیگر عمل بکنیم برای پیشبرد این اهداف مشترک. جناب آقای چنابرا، کوتاه اگر بفرمایید، در کوتاه در دو دقیقه سه دقیقه جنبندی بفرمایید آنچه که مطرح شده. فقط قانون اساسی فقط مطرح نیست، اون ساختار فرهنگی قانون اساسی و عملکرد و راهکارهایی که ما در اختیار افراد میذاریم و جدن نقش اپوزیسیون و کارنامه اپوزیسیون 40 ساله به چه گونه بوده، این فرهنگ گفتمان و بردباری و تولرنس رو به چه گونه ایجاد کرده که ما بتونیم ایران بهتری داشته باشیم از نظر آگاهی، اندیشیدن و اینی که وقتی ما در کنار همدیگه نمیتونیم قرار بگیریم درباره قانون اساسی پیشنویس آن صحبت کنیم، از حق و حقوق و حقوقمندی و قانونمندی صحبت میکنه، پس یه پای ما میلنگه هنوز. بفهمید. بله درست میفرمایید، یه پای ما واقعا میلنگه. ما تا این لنگ پیدا نکنیم، یعنی از وقتی که آموزش نداشته باشیم، نمیتوانیم اون انگیزش باش صحبت کنیم. و این آموزش سر اینه که تمام اپوزیسیون میگن اینه نمیخوایم، ولی اون چیزی که میخوان مطرح نمیکنن و اون چیزی که باید مطرح کرد. یعنی بنده الان خب همونطوری که آقای ساگینیان توی تمام این اپوزیسیون رفیق داره، یعنی همه میشناسنش، با همم هم تو بوده، همکاری هم کرده، صحبت هم کرده، کنارم کشیده، ولی اینها همه دوستان مشترک ما هستن، دوستان ما هستن، ولی من وقتی که بخوام بحث سیاسی با هم بکنم میگم آقا جان، آقای ربای رحیمی، من اصلا نمیفهمم شما به چه معتقد هستید، مسائل دینی تونه بذارید کنار، یعنی من نمیخوام شما درس یهودیت به من بدید، ولی اگر شما میخواید بگید که آقا ایران ما به این شکل میخواییم راهایی بگیم از این بدبختی و فلاکت، چطوری میخواید اینه بگید؟ اون چطوری بهش میگن چی؟ بهش میگن قانون اساسی. و من در همین یک دقیقه هم همینه، یعنی که دوستان ما، دوستانی که اپوزیسیون هست، با تمام احترامی که برای همشان قائل هستم، معتقد هستم تا زمانی که طرف نیاد به من بگه این قانون اساسی است که من بهش معتقد هستم،
خب اون قانون اساسی که بهش معتقد هستی تا اون نگی که من چه من نمیفهمم در مورد چی میخوای صحبت بکنی. منتها متاسفانه هنوز بحث در مورد قانون اساسی اگه داری. اگه من بخوام به هر حال موجز رو بیان بکنم و بریف و منظور بر این هستش که ما تا چند اندازه از نظر حق و حقوق شهروندی از اون کرامت انسانی که در قانون اساسی امندمنتی که در آمریکا همچنین آقای ساگینیان گفتن از دبستان تا دبیرستان پرکتیس میشه و آزمون میشه و دوباره نگریده میشه و با بلوغ فکری فرد رو میاد که به سن 18 سالگی میرسه با یک آگاهی از نظر قانون و شهروندی به میدان عمل میاد. جناب آقای ساگینیان در دو دقیقه بفرمایید جمع‌بندی بفرمایید به چگونه مسائل رو مینگرین از نقطه نظر خودتون و آنچه که گفته شد بفهمید. باز هم بعد میگردیم به همون موضوع که این از کجا بایستی آغاز پیدا بکنه و چه راهی بایستی در پیش بگیره با چه هدفی، چون اگر هدفی مشخص نباشه با کجا داریم میریم. برای این کار یک قطنما لازم داریم. قطنما در موضوع زمین شناسی یک موضوع، اما در این موضوع ها قطب ما اون نتیجه کاریست که میخواییم اونجا برسیم راه نشون میده. شمال و جنوب در نوشتارها، شمال و جنوب اونطوری جغرافیایی نیست. کجا میخواییم بریم، کجا هستیم، کجا میخواییم بریم و راهمون چه بایستی باشه. الان آقای چمنارا در این باره گفتن و کاملا واضح اشاره کردن بهش. شما تا زمانی که من ندونم شما شاه پرست هستی، پهلوی پرست هستی، پهلوی خواه هستی، مشروطه خواه هستی، نمیدونم کجا ایستادی. تا زمانی که نمیدونم کجا ایستادی با همدیگه صحبتی نداریم. گفتار من نمیخوای بپذیری چون که من میگم که بایستی آزاد باشم هر طوری که میخوام و مال خودتو نمیتونی به من بقبولون چی که خودتم نخوندی نمیدونی چی هست. شما خودتو مشروطه خواه میدونی ولی به من نمیگی مشروطه چیه، روی چه اصلی مشروطی خواه هستی. قانون اساسی 1906 نمیپذیرم، چون همونطوری که سهراب اشاره کرد اگر عوض بکنی جلوش به عوض شاهنشاه بنویسی آیت الله کاملا عوض میشه، همون قانونیه که الان داریم. ما تربیت آنچنانی نداریم بایستی آغاز بکنیم. تربیت از خانه شروع میشه، از خانواده. موقعی که بچه شروع میکنه به صحبت کردن، حرف شنیدن، بایستی بفهمه که آزاد هست بیندشه و آزاد هست بیان بکنه. اگر به بچه بگن که او این حرف رو نبایستی بزنی، در این موضوع نبایستی فکر بکنی، اون بچه دیگه اسیر در مغزش، از این اسارت در مغز بایستی بیاییم بیرون. اسارت در مغز از خانواده شروع میشه و بعد از بیرون از جامعه میشه و دولتی میشه. تا زمانی که کسی اسیر نباشه، اسیر جامعه یا اسیر دولت نمیتونه بشه، چون که نمیپذیره، یاغی میشه. این موضوع بایستی کاملا روشن بشه. ملت ما از این واقعیت ها آگاهی نداره. بایستی یک کاری از جایی بایستی این کار شروع کنه. در حال در دریای پرتلاطم و کشتی که همه یکدیگر در این کشتی هستیم، فردی اگر سعی بر این داشته باشه برحال رخنهی در این کشتی ایجاد بکنه، همه رو کشتی رو میتونه آب ببره. و از آنچه که از ماست که بر ماست، آنچه که بوده برحال تکرار دیروز، همانا انقراض عالم، اون نوآوری رو با داشته باشیم و اینی که خود ممیزی رو کنار بگذاریم و پرسشگرایی داشته باشیم. همینطور که اصلی که در 3300 سال پیش وقتی صحبت از پارس یهود میشه و برحال بیرون آمدن بنی اسرائیل 3300 سال پیش و بشارت آزادی، برابری و برادری و آزادی اندیشه داده شد در مقابل تفرعون و فراعنه و غیره، که افراد یکسان هستند، یکسان باید بیندیشن. از این رو به هر گونه هر فردی از روی تحزب، از روی تشکل و اینی که بتونه افکار خودش رو بیان بکنه، احتیاج به یک فرهنگ سازی داره و شفاف سازی داره که ما بتونیم درک بکنیم اپوزیسیون راستین به چگونه عمل کرده و کارنامه خودش رو
شفاف بسازه و آینده نگر باشه و دنبال فرمان فرمایان و کشتیرانان و ناخدایانی نباشه که به کجا ناآباد میتونه ما رو برسونه، بلکه هدفمند باشیم و بتونیم ما رو به ساحل اطمینان و ساحل که با خرد جمعی بنا شده باشه بتونه صحیح و سالم برسونه. با تشکر از دو دوست عزیزمون جناب آقای ساگینیان و آقای چمنارا، برنامه میزگرد پادیوبند از ارشد پادیوبند منو به هرایمی به اتمام میرسونم تا برنامه دیگر با شما خواهیم بود. با تشکر، به امید دیدار.